خزینه بین المللی اسعار در گزارش تازه خیش وضع نظام مالی تاجیکستان را آسیب پذیر عنوان کرده گفته است. دو بانک بزرگ تجارتی تاجیکستان که 41% کل صورت حساب های بانکی کشور در آن جایگیر است دچار مشکل شده است. سنجش و تحلیل های خزینه بین المللی اسعار در بانک ها ثابت کرده است که یکی از این بانک های بزرگ پرداخت ناپذیر شده است و بانک دیگری به طلبات استواری و پرداخت پذیری جوابگو نیست. اما مؤلفان این گزارش دقیق نگفتند که منظور ایشان از این دو بانک بزرگ کدام از بانک های تاجیکستان است. این گزارش خزینه بین المللی اسعار در حال نشر شد که اخیرا یک هیئت این سازمان با رهبری پال راس با نخست وزیر قاهر رسول زاده و معاون او دولت علی سید و همچنان رهبری بانک ملی تاجیکستان جمشید نور محمدزاده دیدار و ملاقات داشت. مسئولان دفتر خزینه بین المللی اسعار از شرح جزئیات سفر نمایندگی خزینه به تاجیکستان خودداری ورزیدند، اما افراد آگاه میگویند هنی سفر این هیئت حکومت تاجیکستان از خزینه بین المللی اسعار کمک مالیوی درخواست کرده است. خزینه بین المللی اسعار میگوید تنها در صورت آماده است به تاجیکستان کمک مالیوی برساند که مقامات برنامه مؤثر اصلاحات اقتصادی را روی دست بگیرند. به عبارت دیگر خزینه تنها در صورت اصلاحات و یا رفرم ها آماده است به تاجیکستان کمک مالیوی رساند. خزینه بین المللی اسعار در سال 2008 پس از اودیت ارنست اند یانگ بانک ملی تاجیکستان را به دادن معلومات برغلط اسنای گرفتن 47 میلیون دلار قرض این مؤسسه بین المللی مالی متهم کرده بود. آن زمان بانک ملی عیب نامه را قبول کرده رضایت داده بود که این مبلغ را قبل از مهلت به سازمان باز پس گرداند. پس از این ماجرا خزینه بین المللی اسعار به تاجیکستان قرض و کمک های قابل ملاحظه نمی دهد و تنها با رسانیدن کمک های فنی جهت رشد نهادهای تاجیکستان اکتفا می ورزد.